جنگ گورکا بر سر توافقنامه زهرآلود ژنو. نماینده خامنه‌ای در کیهان. در بستر کنونی مذاکرات، زیاده‌خواهی‌های غیرقانونی و محورهای فراتر از معاهدات پذیرفته شده بین‌المللی تحمیل شده است. در توافقنامه ژنو امتیازهای نقد داده ایم، ولی حتی وعده‌های نسیه هم نگرفته ایم. تن دادن به خواست‌های حریف یعنی اوراق کردن تأسیسات هسته‌ای. پاسدار شریعت‌مداری، نماینده ولی فقیه ارتجا در کیهان، در سرمقاله این روزنامه با استناد به حرف‌های خامنه‌ای در مورد عقب‌نشینی‌های رژیم در قبول توافقنامه ژنو و لزوم تغییر بستر مذاکرات نوشت: شواهد و نشانه‌هایی در دست است که نشان می‌دهد آنچه تاکنون و در جریان مذاکرات اخیر با گروه کشورهای 5 به علاوه 1 به دست آورده ایم با آنچه وعده داده شده بود و انتظار می‌رفت فاصله زیادی دارد. این فاصله که پرناشدنی به نظر می رسد را نه در کوتاهی تیم مذاکره کننده، بلکه باید در بستر و چارچوب تحمیل شده مذاکرات جستجو کرد. چاره کار تغییر جهت حرکت است و نه افزایش سرعت. فرد کاپلن، روزنامه نگار مشهور آمریکایی، گفت: وقتی متن پیشنویس توافقنامه را دیدیم، آن را کاملا یکسویه ارزیابی کردیم و همه ما بر این باور بودیم که ایرانی‌ها هرگز این متن را نخواهند پذیرفت و به شرایطی که در آن آمده است تن نخواهند داد. وقتی متن توافقنامه ژنو به روایت وزارت خارجه خودمان و نه کاخ سفید منتشر شد، با کمال تأسف آنچه فرد کاپلن نوشته بود را واقعی یافتیم. امروزه اما بسیاری از دیرباورها نیز به این باور رسیدند که در توافقنامه ژنو امتیازهای نقد داده ایم، نظیر امتیاز غنی‌سازی 20%، ولی حتی وعده های نسیه هم نگرفته ایم که افزایش تحریم‌ها و غیر قابل دسترس بودن اقساط دارایی‌های خودمان که بلوک شده است فقط بخشی از آن وعده‌های نسیه و انجام نشده است. پاسدار شریعت‌مداری با یادآوری دیدار خامنه‌ای با کارگزاران رژیم در سازمان انرژی اتمی رژیم و تأکیدات ولی فقیه ارتجا بر عدم توقف و تعطیلی فعالیت‌های هسته‌ای رژیم می‌افزاید: لازمه تحقق نقشه راهی که رهبر ترسیم فرموده‌اند، تغییر بستر مذاکرات، نه توقف آن و تدوین چارچوبی متفاوت با چارچوب کنونی مذاکرات است. چرا که بستر کنونی مذاکرات با زیاده‌خواهی‌های غیرقانونی و محورهای فراتر از معاهدات پذیرفته شده بین‌المللی و عرف رایج و شناخته شده مذاکرات تهیه و ارائه بخوانید تحمیل شده است. آمریکایی‌ها برای افزایش نقطه گریز از معاهده NPT به 12 تا 18 ماه به جد از تیم هسته‌ای ما می‌خواهند که تعداد سانترفیوژهای فعال کمتر از 4000 دستگاه باشد. مواد هسته‌ای ذخیره شده اورانیوم زیر 5% بیشتر از 2000 کیلو نباشد. نظام با پذیرش پروتکل الحاقی، بازرسی‌های سرزده از هر جا و در هر زمان، زمینه نظارت دائمی بر فعالیت هسته‌ای خود را فراهم آورد. تن دادن به این خواسته‌ها که برخی خبرها از پذیرش دست کم ضمنی آن از سوی تیم مذاکره کننده حکایت می‌کند، یعنی دست کشیدن از غنی‌سازی صنعتی و کاهش فعالیت هسته‌ای نظام در حد آزمایشگاهی. در این صورت باید تأسیسات فعال هسته‌ایمان را برای همیشه از چرخه قانونی خارج کرده و اوراق کنیم و در یک کلام فعالیت هسته‌ای نداشته باشیم. آمریکایی‌ها در مذاکرات به صراحت از واژه اوراق کردن دیسمنتل بهره گرفتند. نکته در خور توجه آنکه حریف هیچ نقطه پایانی برای اعلام نتیجه این بازرسی‌ها و عادی شدن پرونده هسته‌ای ما مشخص نمی‌کند و نقطه پایان را نه در اطمینان فنی و حقوقی بلکه در اقناع خود می‌داند و در مواردی اعلام کرده است که انجام این بازرسی‌ها و اعلام نتیجه نهایی حداقل 200 سال طول می‌کشد. تن دادن به این خواسته‌ها مفهومی غیر از تعطیل کردن و توقف فعالیت‌های هسته‌ای ما ندارد. طرح پیشنهادی 5 به علاوه 1 برای راکتور آب سنگین عراق نیز به مفهوم تعطیلی این مرکز است.